به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت همگی شما عزیزان و بزرگواران، بیننده های بسیار گرانقدر تلویزیون جهانی معراج، به خصوص عزیزانی که بیننده برنامه پانتون و یا دانشگاه مجازی معراج هستند. خیلی خوش آمدید میگم همگی شما به یک برنامه دیگه، به یک موضوع دیگه و یک بحث دیگه از سلسله درس های مضامین کامپیوتر ساینس، به خصوص مضمون انجینری نرم افزار. و بنده مسعود بهره خرسندم که به خدمت شما قرار دارم با یک درس دیگه و جلسه دیگه. امیدوارم درس های قبلی مورد توجه شما و مورد استفاده شما نازنینان قرار گرفته باشه. عزیزانی که نتونستن ما به هر دلیل تعقیب بکنن، سری بزنن به چینل یوتیوب برنامه و میتونن موضوعات و مطالب به دست بیارن از چینل یوتیوب. و عزیزانی که نظر، پیشنهاد، انتقادی دارن میتونن از طریق آیدی تلگرام برنامه که زیر نویس تلویزیون های شما هست با ما به ارتباط بشن. خیلی خوشحال میشیم که از شما بزرگواران، از شما عزیزان بشنویم و با شما ارتباطی داشته باشیم. میریم سر میزنیم به درس امروزی و بحث امروزی رو میبینیم که بحث بسیار مهمی و حیاتی هست در انجینری نرم افزار. و این بحث درس 23 ما و شما هست و موضوع درس مدیریت پروژه هست یا پروژکت منیجمنت هست. این بحث بسیار مهمی هست و بحث حیاتی هست و بسیار میتونه مفید واقع بشه در مدیریت پروژه ها. و این مدیریت پروژه یک امر الزامی هست که ما در هر پروژه باید بر او حاکم باشیم، مدیریت داشته باشیم تا بتانیم اون موفقانه به اتمام برسانیم. فرست مطالب یا موضوعاتی که در این بحث همراه شما مرور میکنیم، پروژه را یک تعریف میکنیم که پروژه چی هست، مدیریت پروژه نرم افزاری را یک تعریف میکنیم که چی هست، بعد پیش نیازهای مدیریت پروژه نرم افزاری میگیم که کدام پیش نیازها داره، و بعد مدیر پروژه تعریف میکنیم که چه شخصیتی باید باشه، چه کاراکتری باید، چه خصوصیاتی باید داشته باشه، چه مواردی باید متوجه باشه. و نقش مدیر پروژه هم، نقش های مدیر پروژه هم میگیم که چه نقش هایی باید داشته باشه، مسئولیت های از اون هم میگیم در قبال پروژه چی چیزها مسئول هست، و ضرورت به مدیریت پروژه هم میگیم که چی چیزای نیاز هست، چرا نیاز هست به مدیریت پروژه، در حقیقت این موضوع مشخص میسازیم. و معایب مدیریت پروژه هم خدمت شما عرض میکنم که کدام چالش ها یا مشکلات یا معایب هم سر راه مدیریت پروژه قرار میگیره. موضوعات بسیار مهمی هست. امیدوار هستم بتانیم دنبال بکنیم و انشالله که از موارد بتانیم استفاده بکنیم. اول قبل از اینکه مدیر پروژه و مدیریت پروژه رو بگیم، خود پروژه رو یک تعریف میکنیم. خود پروژه، وقتی ما میگیم پروژه، و بسیاری اصطلاح برای ما آشنا هست، در همه جا به شکل روزانه میشنویم، چی هست پروژه؟ پروژه مجموعی از وظایف است، یک سلسله وظایف است، مجموعی یک کتله از وظیفه است که برای رسیدن به یک نتیجه واضح باید تکمیل شود. در حقیقت پروژه چیزی نیست جز مقداری از وظایف، تعدادی از وظایف. یک سری وظایف هم یک جا شده که چکار باید بکنن در کل یک نتیجه به دست بیارن، یعنی یک کاری انجام بدن، یک کار، یک نتیجه به معنی یک کار به انجام برسه. این می نگن پروژه، یعنی مقداری از وظایفی که برای جهت انجام رساندن یک کار با هم دگر اتقام شدن، یک جا شدن، این میگن پروژه. این پروژه، این مقدار کار در حقیقت پروژه میگن. مدیریت پروژه نرم افزاری چی هست؟ مدیریت پروژه نرم افزاری ایر به نام سافت ویر پروژکت منیجمنت میگن. من یک مقدمه خدمت شما عرض کنم، سافت ویر پروژکت منیجمنت یا مدیریت پروژه نرم افزاری یک مضمون جداگانه هست که در زیر مجموعه مضامین کامپیوتر ساینس تدریس میشه اصلا. یعنی یک مضمون بسیار بزرگ و بسیار طویل و بسیار مهم هست در سلسله درس های کامپیوتر ساینس، و به خصوص برای عزیزانی که مدیریت های پروژه در حقیقت موضوعات بس مدیریتی ها رو میخوانند. در حقیقت این موضوع بسیار مهمی هست و در بحث های جداگانه انشالله ما بتانیم بیشتر روی از این موارد تمرکز داشته باشیم. در این جیمه مدیریت پروژه نرم افزاری به شکل خلاصه خدمت شما بیان میکنم. مدیریت پروژه نرم افزاری عبارت از یک هنر برنامه ریزی و نظارت بر پروژه نرم افزاری است.
اینمی مدیریت پروژه نمسل هنر هست. مدیریت پروژه چی است؟ یک هنر هست. کدام هنر؟ هنر برنامه ریزی و نظارت بر پروژه های نرم افزاری. اینمی هنر به نام SPM میگن یا Software Project Management میگن. بر پروژه نرم افزاری شما کدام هنر؟ هنری که برنامه ریزی درست بتانیم بکنیم و نظارت درست بتانیم بکنیم. اینمی در حقیقت چی میگن؟ مدیریت پروژه نرم افزاری میگن که شامل چی مسائل میشه؟ برنامه ریزی، اجرای مو برنامه ریزی یا اجرای مو برنامه ها، نظارت و کنترل پروژه های نرم افزاری، تمام این موارد شامل می مدیریت پروژه های نرم افزاری میشه. یعنی یک مدیر پروژه نرم افزاری یعنی کارها در حقیقت انجام میده. این پروسه مدیریت تخصیص و زمان بندی منابع برای توسعه نرم افزارهای کامپیوتری است که از نیازمندی ها را برآورده می کند. شما چی کاری انجام میدیم؟ تخصیص منابع میکنیم. یعنی چی در چی زمانی، کدام کار در چی زمانی، توسط چی کسی باید به انجام برسه. همین موارد در حقیقت تخصیص منابع هست. مثلا یک منبع شما نیروی انسانی شما، فلان کس باید فلانه کار در فلان زمان انجام بده. شما چیکار کردیم؟ در حقیقت یک منبع تخصیص دادیم. برای از دو منبع در حقیقت هم زمان رو تخصیص دادیم، هم افراد تخصیص دادیم برای یک کار مشخص. در مدیریت پروژه نرم افزاری مشتری و توسعه دهنده باید از طول دوره و هزینه پروژه مطلع باشند. چیزی که بسیار مهم است که شما زمان و پول هم شما هم مشتری یا طرف شما، کسی که برای شما نرم افزار سفارش داده، باید به درستی واضح باشه برای شما که چقدر مدت زمان داریم و چقدر پول و یا هزینه داریم. این این موضوع مهمی است که در این مدیریت پروژه باید آشکار باشه، واضح باشه، به شکل پنهانی نمیتونه باشه. پیش نیاز مدیریت پروژه نرم افزاری. پیش نیاز مدیریت به این معنا که یعنی شما چی چیزایی رو در حقیقت مدیریت میکنیم، یعنی چی چیزایی در نظر داشته باشیم از قبل که شما میخواهیم چیکار بکنیم؟ مدیریت بکنیم. سه موضوع بسیار مهم در مدیریت پروژه های نرم افزاری است. سه موضوع بسیار اهمیت داره. سه نیاز برای مدیریت پروژه های نرم افزاری وجود دارد. یک، زمان. کدام زمان؟ یعنی زمان، منظور ما زمان چیست؟ منظور زمان تحویل پروژه طبق برنامه. شما چیر مدیریت میکنیم؟ شما زمان مدیریت میکنیم که ما طبق برنامه تعیین، یعنی مدیر پروژه در حقیقت زمان مدیریت میکنه که طبق زمان تعیین شده از قبل برنامه باید تحویل داده بشه، سافت ویر باید تحویل داده بشه. این این مدیریت زمان هست. دوم چیزی که شما پیش نیاز است، دوم چیزی که شما مدیریت میکنیم، هزینه ها هست. حفظ هزینه در محدوده بودجه پروژه، این یک چالش هست. شما باید طوری مدیریت پروژه را انجام بدیم که در همون محدوده بودجه خود زیاد از محدوده بودجه بیرون نشیم. یعنی از این محدوده، همین چارچوبی که تعیین شده برای شما، یعنی عامیانه تر بگم مقدار پولی که در دسترس داریم از اون محدوده خارج نشیم. سه، کیفیت هست. ارائه یک محصول با کیفیت. مدیر یک پروژه یا منیجر یک پروژه باید طوری تنظیم بکنه که محدوده کیفی خود تعیین بکنه و همون کیفیت خواسته شده برای نفر یا برای مشتری، برای سازمان طرف خود ارائه بده. اینمی بسیار مهم است. چی رقمی مدیریت میشه؟ خیلی گپا، خیلی حرفا پشت سر ازی هست که باید چه قسم باشه، افراد از کدام کتگوری باشن، از کدام ابزار استفاده کنیم، کدام ابزار کاراتر هست، زمان چی رقم تقسیمات کنیم، بودیجر چه قسم مدیریت کنیم، ابزار چه قسم مدیریت کنیم، افراد چه قسم مدیریت کنیم و دگه و دگه و دگه دخوا و صدخوا موضوع. یعنی پشت سر کیفیت خیلی گپای دگه هست. ای باید مدیریت بشه. عوامل مختلف، این همیشه یاد شما باشه، عوامل مختلف میگه بر داخلی و خارجی وجود دارن. داخلی و خارجی عوامل وجود داره که اینا چیکار میشه؟ برای عوامل تاثیرگذار میشه و نمیگذاره که شما در این سه موفق باشیم. خیلی عواملی هست، مثل حادثات، مثل ریسکا، مثل افراد، مثل قوانین، مثل تغییر در وضعیت و دگه و دگه، خیلی مسائل اقتصادی، خیلی گپای دگه، برای عوامل تاثیرگذار میشه و نمیگذاره که در حقیقت شما چکار بکنیم؟ شما موفق بشیم. مدیر پروژه در حقیقت همیشه در مبارزه با همین چالش ها هست که بتانه انمی سموری در به درستی مدیریت بکنه. کیفیت، هزینه یا پول و زمانه که از این محدوده بیرون نشیم، از محدوده زمانی، از محدوده کیفی و از محدوده پولی. مدیر پروژه کیست؟ حالا ما از مدیریت تعریف داشتیم. مدیر پروژه کی هست و چی شکل فرد میتونه و چی خصوصیات میتونه داشته باشه؟ اینمی در حقیقت چی هست؟
مدیر پروژه است. مدیر پروژه شخص است که مسئولیت کلی برنامه ریزی، طراحی، اجرا، نظارت، کنترل و بسته شدن یک پروژه را به عهده دارد. یعنی این فرد میشه مدیر پروژه. کدام فرد؟ فردی که این مسئولیت ها را همه به دوش داره. برنامه ریزی، دیزاین، اجرای امو برنامه هایی که داریم چی شکل اجرا بشه. اجرایات شما باشه، منظوری نیست که خود شخصا اجرا بکنه، یعنی عملا بر اجرا باید یه چیکار باشه، نظارت داشته باشه و کنترل و نظارت از این و بسته شدن یک پروژه تا و از اول تا آخر پروژه سایکل از او از طریق ازی میگذره. همین فرد در بنامه کی میگن؟ مدیر پروژه میگن. مدیر پروژه شخصیت است که مسئول تصمیم گیری های پروژه است. دیگه گپی که بسیار مهمه، تصامیم بسیار بزرگ و تصامیم مهم در یک پروژه در حقیقت مدیر یک پروژه میگیره. پس فرد تصمیم گیرنده در پروژه میشه مدیر پروژه. مدیر پروژه برای مدیریت ریسک و بعدل رساندن ریسک ها تصامیمی را اتخاذ میکند و دیگه ریسک ها میتونه مدیریت کنه. مدیر پروژه باید مدیریت کنه ریسک ها، اگر نکنه یک چالش سر راه از او به وجود میآید. بنابراین باید ریسک ها هم مدیریت کنه مدیر پروژه. هر تصمیمی که مدیر پروژه میگیرد باید مستقیما به سود پروژه باشه. این نکته ای هست در مورد از او. یعنی هر تصمیمی که میگیره تصمیم عاقلانه و بر اساس داده ها، دیتا ها و تصمیم در حقیقت اطلاعاتی منظم و تصمیم بسیار محکم باید باشه. مدیر پروژه باید تصمیم عاقلانه و منظمی بگیره. نقش مدیر پروژه چی هست؟ یا بهتر بگیم نقش های مدیر پروژه چی هست؟ چند نقش بسیار مهم باید مدیر پروژه بازی بکنه. نقش بسیار مهمی که یک مدیر پروژه در اول بازی میکنه رهبر هست. نقش یک رهبر را باید بازی کنه. طوری رهبریت کنه که افراد زیر دست از او به عنوان پیروان از او شناخته بشن و در حقیقت همون قسم رو پیروی بکنن. یعنی میشه یک رهبر. یک مدیر پروژه باید تیم خود را رهبری کند و به آنها جهت دهد. رهبر چیکار میکنه؟ رهبر جهت میده برای نفر. باید جهت بده تا بفهمم چی انتظارات از اونها هست. چی کارهایی باید انجام بدم؟ وظایف از اینا چی هست؟ مسئولیت های از اینا چی هست؟ چرا این کارا باید انجام بدن؟ دوم واسطه هست. مدیر یک پروژه به عنوان واسطه قرار میگیره. واسطه چی؟ بین چی کسای واسطه قرار میگیره؟ بین مشتریان و تیم خود واسطه قرار میگیره. و این واسطه چه کار میکنه؟ اطلاعات رد و بدل میکنه. تمام معلوماتی که از مشتری میایه به سمت ازی باید برای تیم خود برسانه که این نیازمندی تغییر کرد، اینجا موضوعی قسم نیست، ای فلان گپ نمیخواهند، فلان چیز جدید شده، ای باید آپدیت کنیم، ای فلان کنیم، ای چکار کنیم. و از این طرف هم همچنین حرفا برای از اونا باید برسانه. این میگن چی؟ میگن واسطه یا میانجی. سوم مربی. باید مربی باشه. مربی یعنی یک استاد باشه، یک تعلیم دهنده باشه. و این تعلیم دهنده در اینجا چی نقشی بازی میکنه؟ او باید در هر مرحله تیمش را راهنمایی کند. مربی به این معنا که شما باید با عنوان مدیر پروژه راهنمایی کنیم تیم خود. این چیز اشتباه است. این درست است. از این دیزاین باید استفاده کنیم. این شکل باید کار کنیم. این زبان برنامه نویسی باید استفاده کنیم. این ابزار باید استفاده کنیم. این ابزاری قسم است. ولی این با مشوره با تیم. این معنا نمیده که اگر ما میگیم او مربی هست به این معنا که یک جانبه باشه. یعنی مربی یعنی با مشوره با تیم چیزهای برای از اونا، چون این رهبر تیم هست، بزرگ تیم هست، تصمیم گیرنده تیم هست، اونا رو باید راهنمایی کنه و به آنها توصیه میکند، آنها در مسیر درست راهنمایی میکند، اونا رو به مسیر درست راهنمایی میکنه و از اونا میخواهد که کار رو به درستی انجام بدن. مسئولیت های مدیری پروژه، یعنی مسئولیت هایی که بر دوش از مدیر پروژه است. گرچه مسئولیت ها زیاد است بر دوش مدیر پروژه، از اول تا آخر پروژه تمام مسئولیت ها به دوش از این در حقیقت قرار میگیره، ولی چند مسئولیت از این بسیار مهم هست. بسیار مهم است که ما در اینجا برای شما تذکر میدم. موضوع اول مدیریت ریسک ها و مشکلات است. باید پرابلم ها رو حل کنه و ریسک ها رو حل بکنه، چالش ها رو پیدا بکنه، چالش های پروژه خود پیدا بکنه، اونا رو مدیریت بکنه، راه حل به اونا پیدا بکنه. دوم ایجاد تیم پروژه و تقسیم وظایف میانه. تیم بسیار واحد و منظم باید ایجاد بکنه و در بین از اونا چیکار باید بکنه؟ به صورت عادلانه وظایف تقسیم بکنه و از اونا بخواهی که به درستی اونا رو انجام بدم و در حقیقت منابع هم به اختیار از اونا بگذاره. این مسئولیت مدیر پروژه هست. ایجاد تیم، هماهنگی بین از اونا، دادن منابع برای از اونا و تعیین اهداف برای از اونا. سوم برنامه ریزی و ترتیب نمودن فعالیت ها هست. بعد وابستگی فعالیت ها رو پیدا کنه.
یک سری فعالیت ها هست به فعالیت دیگه وابسته هست. یعنی تا این کار انجام نشه و کار انجام نمیشه، این وابستگی ها پیدا بکنه و تعیین بکنه و برای تیم هم اینا رو در حقیقت واضح بسازه. و چهارم، نظارت و گزارش دهی است. یکی از وظایف مهم مدیران نظارت هست، ارزیابی هست، کنترل هست. باید نظارت کنه، کنترل کنه و گزارش دهی داشته باشه، گزارش داشته باشه و مراجع بالاتر از خود داشته باشه. و تغییر برنامه پروژه بر اساس وضعیت موجوده، این گپ بسیار مهمه است. مدیریت تغییرات باید داشته باشه. در صورتی که نیاز است یک وقتی از پروژه باید تبدیل بشه یک موضوعی، دفعتاً نظر به فلان گپ، بعد او تغییر را بتونه چیکار کنه بر اساس همون وضعیت او دوباره عیار بسازه. به طور مثال به شما میگم، یک مقداری از بودجه شما کم شده دفعتاً و پروژه با یک چالش بسیار بودجه‌ای مشکل بزرگی روبرو است، دفعتاً باید به کنترل و نظارت داشته باشه و دفعتاً بتونه مدیریت تغییرات انجام بده تا بتونه این تغییر بر اون تاثیر منفی نگذاره و از این مرحله بگذره. ضرورت به مدیریت پروژه‌های نرم افزاری، ضرورت به این معنا که آیا ما لازم داریم مدیریت پروژه‌های نرم افزاری یا نداریم. ما می‌خوایم در این سلاید ثابت بسازیم که بله، ما لازم داریم در حقیقت مدیریت پروژه‌های نرم افزاری. چرا ما لازم داریم؟ دلایل من خدمت شما عرض می‌کنم. نرم افزار یک محصول غیر فیزیکی است. نرم افزار چیست؟ یک محصول غیر فیزیکی است، یعنی وجود نداره از نگاه ظاهری که شما بتونیم لمس بکنیم. یک محصولی است که نمیتونیم رو دست داشته باشیم. ساخت نرم افزار یک شغل تقریبا جدید است و این چند سال بیشتر از این نمیگذره از عمر از این. بنابراین تجربه بسیار کمی در ساخت محصولات نرم افزاری وجود دارد، تجربه کمتر وجود داره. تغییر در تکنولوژی بسیار سریع است. که حرف دیگر ببینیم، این که یک گپ شد، گپ دیگه تغییر در تکنولوژی بسیار سریع است. این تکنولوژی هر روز، هر ماه، هر سال یک دفعه می‌بینیم تغییر میکنه و بسیار تکنولوژی سریع تغییر میکنه. و بنابراین چیکار میشه وقتی ما تکنولوژی تغییر میکنه؟ ما باید چیکار کنیم که ممکن است تجربه یک محصول در مورد محصول دیگر اعمال نشود؟ حتی همین قسم است که یک محصول شما ساختیم 6 ماه پیش، حالا 6 ماه بعد هم تجارب ساخت از محصول نمیتونیم در اینجا اعمال کنیم. یعنی دقیقاً کارهایی که در او انجام دادیم در اینجا نمیشه ایمپلمنت کنیم، اجرا کنیم. چرا؟ او با یک تکنولوژی دیگه ساخته شده بوده که او قدیمی شده، از رده خارج شده، اوت آف دیت شده و حالا یک تکنولوژی جدید جایگزین شده. شما نمیتونیم از او استفاده بکنیم. بنابراین میبینیم که یک مشکل، یک چالش از سراش. چنین محدودیت های تجاری و محیطی باعث افزایش ریسک در توسعه نرم افزار میشوند. اینا چیکار میشه؟ ریسک کار بالا میبره. روز به روز ریسک های پروژه های نرم افزاری بیشتر و بیشتر شده میره. برای یک سازمان ضروری است که محصولات با کیفیت ارائه کنند و از جانب دیگه شما معدودیم، معدودیت داریم، موظفیم که محصولات نرم افزاری با کیفیت باید ارائه کنیم، محصول بسیار با کیفیت بالا باید ارائه کنیم. هزینه را در محدوده بودجه مشتری نگه دارد. هزینه خودم نمیتونیم شما زیاد کنیم، نمیتونیم از نفر بخوایم که بیشتر بر شما پول بده از مقداری که تعیین شده و پروژه را طبق برنامه تحویل دهیم، و نه از او میتونیم بخوایم که شما یک سال دیگه به شما وقت بده. بنان به پروژه سر وقت از او و طبق بودجه باید تسلیم کنیم و طبق چی؟ کیفیت، کوالیتی، این باید در نظر بگیریم. بنابراین مدیریت پروژه نرم افزاری برای گنجاندن نیازهای کاربران همراه با محدودیت های بودجه و زمان ضروری است. اینجا ثابت ساختیم که در این با در نظر داشتم این چالش ها مشکلات، بنابراین یک پروژه یک مدیر به کار داره، یک مدیریت به کار داره، یک راهکار به کار داره، یک روش به کار داره که بتانیم چکار بکنیم، اینا رو مدیریت بکنیم، اینی چالش ها رو مدیریت بکنیم. خب معایبی هم داره، مشکلاتی هم داره، چالش هایی هم داره مدیریت پروژه. وقتی مدیریت پروژه یک خوبی داره و باید ما ثابت ساختیم که ضرور هست باید داشته باشیم، یک سری مشکلاتی هم با خود همراه داره. مشکلات از این میبینیم چی چیزا هست. میتواند وقتگیر و بروکراتیک باشد. گاهی وقتای خیلی بروکراسی اداری داره، پروسه های بسیار سختی داره، گزارشات هست، جلسات هست، درگیری ها هست، مشکلات افراد هست، مشکلات ابزار هست و دیگه گپا خیلی میتونه. گاهی وقتا خیلی وقتگیر میشه. شما مدیریت در حقیقت خود از او یک چالش ایجاد میکنه
و ممکن است این عطاف ناپذیر و کمتر با تغییرات سازگار باشد. گاهی وقتا ممکن سخت بسته پشت سر یک گپ، یعنی از نگاه قانونی کمی چیز باید امی کار امی قسم باشه، یک چالش هست سر راه مدیریت و این باعث میشه که شما در حقیقت ناسازگاری داشته باشیم با بعضی گپا. و برای اجرای مؤثر به یک مدیر پروژه، یکی از گپا چالش های مدیریت خود مدیر هست. آیا مدیر توانایی داریم که مدیریت کنه یا نه؟ این خود از یک چالش و یک مشکل بزرگ هست. و مشکل بعدی چی است؟ ممکن است برای پروژه های کوچک یا ساده مناسب نباشد. مدیریت معمولاً چون خود زمانگیر هست، هزینه داره، مشکلات داره، چالش ها داره، خود ازی بسیار یک بحث بزرگی است. معمولاً برای پروژه های بزرگ خوب است، ولی برای پروژه های ساده خود ازی باز یک گزینه، یک چالش ایجاد میکنه که آیا خود ازی چی قسم ما ایجاد کنیم مدیریت پروژه را. در حقیقت یک چالش میتونه باشه سر راه ما. نقش مدیر در پروژه در چرخه حیات نرم افزار، نقش مدیریت چیست در این پروسه؟ ما و شما چرخه حیات نرم افزارها یا توسعه حیات نرم افزارها خواندیم، SDLC Software Development Life Cycle. حالا در این مدیریت چه نقشی بازی میکنه در این حیثه؟ آیا واقعا نقش داره؟ میتونه مؤثر باشه یا نمیتونه مؤثر باشه؟ این هم ثابت میسازیم در SDLC. ببینیم پروژه های توسعه نرم افزار پیچیده و چالش برانگیز هستند. این قبول داریم ما و شما که پروژه های نرم افزاری و توسعه نرم افزارها بسیار پر چالش هستند، مشکل هستند، چون یک محصول غیر فیزیکی شما ایجاد میکنیم و یک سری چالش هایی که در جلسات قبلی ما به اونا پرداختیم. چالش های بسیار زیادی دارند، چالش برانگیز هستند و نیاز به برنامه ریزی، اجرا و مدیریت دارند. بنابراین برنامه ریزی بسیار دقیق مگرم باشه، اجرای از اینا دقیق باشه، کیفیت در نظر بگیریم، ابزار در نظر گیریم، افراد در نظر و خیلی چیزهای دیگه در پروسه. چرخه حیات توسعه نرم افزار که منظور ما SDLC هست، پروسه است که تیمای توسعه نرم افزار از آن برای طراحی، توسعه، آزمایش، استقرار که مو دیپلویمنت است منظور ما و نگهداری نرم افزار استفاده میکنند. قبول داریم اینجا تا اینجا که SDLC همین پروسه بود در جلسات قبلی ما و شما خواندیم، دوستایی که ما تعقیب کردن، SDLC Software Development Life Cycle همین پروسه بود. پروسه توسعه نرم افزارها برای طراحی، توسعه یا ساخت از اونها، آزمایش یا تست از اونها، استقرار دیپلویمنت از اونها و نگهداری مینتیننس از اونها بود. در حقیقت این پروسه طی می‌کردن. مدیریت پروژه در حصول اطمینان از این که پروژه توسعه نرم افزار به موقع در حد بودجه و رضایت ذی‌نفعان تکمیل شده حیاتی است. بنابراین سهم از این نقش از این مدیریت چیست؟ مدیریت یک چیز اصول اطمینان پیدا میکنه. او اصول اطمینان چیست؟ اصول اطمینان از اینکه پروژه سر وقت طبق نیازها بر اساس کیفیت و طبق بودجه ساخته شده. یعنی میر کدام کار کدام پروسه انجام میده، کدام کس همین کار را انجام میده؟ مدیر پروژه. کدام پروسه را انجام میده؟ مدیریت. پس مدیریت در چرخه حیات نرم افزارها بسیار یک امر ضروری هست، هم کیفیت در نظر گرفته، هم کمیت در نظر گرفته. ما امیدوارم که این مسائل یا مطالب برای شما واضح بوده باشه و تانسته باشیم از او استفاده ببریم. یک فعالیت داریم، بازم فعالیت شماره 23، راجع به مدیریت پروژه های نرم افزاری و اهمیت آن. هر دو موضوع، هم راجع به مدیریت پروژه های نرم و هم اهمیت از او، آن چی میدانید بنویسید. من خواهش دارم از شما که و سپاسگزارم از کسانی که ما را همراهی میکنند در قسمت فعالیت ها و سپاسگزاری میکنم و امیدوارم همه عزیزان در این فعالیت ها سهم و سزای داشته باشند. نتیجه گیری اگر بکنیم، پروژه را اول تعریف کردیم، گفتیم پروژه عبارت از تعداد یا مقداری از وظایف است که برای رسیدن به یک نتیجه یا انجام دادن یک کار در حقیقت انجام میشه. مدیریت پروژه نرم افزاری یک هنر هست. کدام هنر؟ هنر برنامه ریزی و نظارت بر پروژه های نرم افزاری است. اینمی هنر، هنر مدیریت، امیر به نام مدیریت پروژه های نرم افزاری میگن. پیش نیاز از این هم سه چیز بود. چی بود؟ زمان، هزینه و کیفیت. یعنی مدیر پروژه سه چیز رو در حقیقت مدیریت میکنه. زمان، هزینه و کیفیت رو در حقیقت. مدیر پروژه رو هم تعریف کردیم، گفتیم شخصی است که مسئولیت های کلی برنامه بر دوش از او است و تمام اجرای برنامه از اول تا آخر برنامه در حقیقت به دوش از این فرد هست که افراد بسیار مهمی هستند مدیران پروژه ها. نقش مدیر پروژه رو گفتیم، چندین نقش رو برای از او تعریف کردیم که از جمله گفتیم رهبری، واسطه و مربی. چندین نقش میتونه داشته باشه و سه نقش از بسیار بارز هست که گفتیم رهبری، واسطه و مربی هست.
که باید این نقش آخر به درستی بازی بکنه. و نظر به دلایل متعدد ما نیاز به مدیریت پروژه داشتیم. دلایل ما خدمت شما بیان کردم. مدیریت پروژه همزمان با مفادات یک سری معایبی هم داشت. معایب از اون هم خواندیم. از جمله وقت گیر بودن از او و برابر نشدن با پروژه‌های کوچک از نگاه زمانی و بودجه‌ای و یک پا در حقیقت برابر نمیشه. من امیدوار هستم که این درس هم مورد توجه شما عزیزان و استفاده شما بزرگواران قرار گرفته باشه. دوستان و عزیزانی که نمیتونن برنامه رو به صورت مرتب تعقیب بکنن، من امیدوار هستم سر بزنن به چینل یوتیوب برنامه که زیرنویس تلویزیون های شما هست و از اونجی ویدیوها و مطالب برای خود بگیرن. و عزیزانی که نظر یا پیشنهاد انتقادی در مورد برنامه های ما دارن میتونن از طریق آیدی تلگرام برنامه که بازم زیرنویس تلویزیون های شما هست با ما ارتباط بشن. تا جلسه قبلی و بعدی و درس بعدی که انشالله باز به خدمت شما ما قرار میگیرم، از حضور همگی شما خداحافظی میکنم. شما رو به خداوند کریم و رحیم میسپارم. موفق و معید و کامگار باشید.